ایران احتمالا در دستور کار سیاست خارجی دولت آینده ترامپ قرار خواهد گرفت در سال گذشته جمهوری اسلامی درگیری تشدید در درگیر تشدید درگیری با اسرائیل متحد کلیدی آمریکا شد و در عین حال برنامه هستایی خود را تا حدی پیش برد که بتواند به سرعت مواد کافی لازم برای ساخت بمب اتمی تولید کند توجه شما را به برگردان گزارش مایکل لیپین خبرنگار صدای آمریکا جلب کنم در مبارزات انتخاباتی امسال دونالد ترامپ چندین اظهار نظر آشتیجویانه در قبال ایران که در دوره اول ریاست جمهوری خود با فشار اقتصادی و نظامی آن را هدف قرار داده بود بر زبان آورد من خواهان بدی با ایران نیستم امیدوارم ما با ایران شاید دوستانه رفتار کنیم شایدم نه اما آنها نمیتوانند سلاح هسته ای داشته باشند آنها نمیتوانند سلاح هسته ای داشته باشند ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود از توافقی که ایران در سال 2015 با قدرت‌های جهانی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در ازای کاهش تحریم‌ها منعقد کرده بود خارج شد. ترامپ گفت که به دنبال توافق جدیدی است که موضع سختری در برابر تهران داشته باشند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است اگر مکانیزم ماشه فعال و تحریم‌های جدیدی تحمیل شوند، جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاح پیش می‌روند. یک خبرنگار در شهریور گذشته از او پرسید که آیا هنوز میخواهد با ایران مذاکره کند؟ مطمئنا من این کار را انجام می دهم. ما باید معامله کنیم زیرا عواقب آن غیر قابل تصور است. در ماه مهر یک پادکستر از ترامپ پرسید که آیا میخواهد شاهد جایگزینی حاکمان اسلامگرای ایران با نظام سلطنتی باشند که آنها در سال 1979 سرنگون کردند؟ ما نمی توانیم کاملا درگیر همه اینها شویم ما نمی توانیم خودمان را اداره کنیم بیایید واقع بیم باشیم ترامپ در پاسخ به حمله موشک بالستیکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر از لحن سختری استفاده کرد او خاطر نشان کرد که رئیس جمهوری جو بایدن به خبرنگاران گفت که تلافی اسرائیل نباید شامل سایت های ایران شود I said, I think he's got that one wrong. من فکر می کنم او اشتباه کرده است آیا این چیزی نیست که شما قرار است به آن ضربه بزنید اما وقتی آنها این سوال را از او پرسیدن پاسخ باید این می بود که ابتدا به هسته ای ضربه بزنید و بعد نگران بقیه باشید ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود ایران را با تحریم های مواجه کرد که صادرات نفت آن را خفه کرد و با یک حمله هوایی قاسم سلیمانی فرمانده ارشد نظامی آن را در بغداد حذف کرد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی امسال نگفت که آیا دوباره از چنین ابزارهایی استفاده خواهد کرد یا خیر اما نامزد او برای وزارت امور خارجه سناتور مارکو روبیو مدافع سرسخت این رویکرد در قبال ایران است روبیو در پستی در ماه اکتبر در شبکه توییتر اکس نوشت تنها تهدید بقای رژیم از طریق فشار حداکثری و اقدامات مستقیم و نامتناسب این فرصت را دارد که بر فعالیت‌های جنایتکارانه آنها تأثیر بگذارد و آن را تغییر دهد از جمله این فعالیت ها میتوان به آنچه وزارت دادگستری ایالات متحده میگویند یک توطعه خونسا شده است اشاره کرد <متحد> که در آن ایران یک افغان را برای سازماندهی ترور ترامپ قبل از روز انتخابات استخدام کرده بود اما تهران دخالت خود را در این توطعه رد کرد اما منتخب ترامپ برای سمت مشاور امنیت ملی میگویند ایران باید با عواقب چنین کارهایی روبرو شود ما باید با صدای بلند و واضح پیامی به دشمنانمون بفرستیم که این خط قرمزی است که هرگز تحمل نخواهد شد و عواقب زیادی برای اونها به همراه خواهد داشت ما باید بازدارندگی خود را احیا کنیم. آنچه ما در مورد رویکرد رئیس جمهوری منتخب ترامپ در قبال ایران نمیدانیم این است که او به دنبال چه نوع توافق جدیدی است و اگر نتواند با آن دست یابد چه خواهد کرد؟